نگرانی ها از افزایش تهدیدات علیه خبرنگاران در افغانستان برخی از خبرنگاران افغان میگویند که گروه های مسلح به خاطر پنهان نگه داشتن حقایق که آنها را هدف قرار میدهند به گفته آنها در حال حاضر سطح کشتن آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان بلند رفته و زندگیشان با تهدیدات مختلف روبرو هستند میخواهیم که امروز بحثی داشته باشیم پیرامون امین موضوع با جناب حجت مجددی عضو کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران اینجا با ما هستند اگر شما هم سوالی دارین میتونین که سوالاتتون رو مطرح بکنین 8654 خط ارتباطی که شما را با ما وصل خواهد ساختن آقای مجدی سلام صبحتان بخیر بسیار خوش آمدید تشکر سلامت باشین عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های تلویزیون تلو خاصتا بیننده های بامداد خوش و امید از همه از صبح خوش را آغاز کرمش. سلامت باشید دور از خوشونت انشالله به این رابطه با وضعیت عمومی خبرنگاران در کشور صحبت بکنیم که چی گونه است؟ خوشبختانه خلاف او گزارش را که شما دارین آنچه بر ما رسیده و مورد بررسی قرار گرفته بلد. نسبت به سالهای قبل ما یک سال خوبی را پشت سر میگذاریم و یک شعفت مای گذشته که از سال میلادی را داشتیم دقیقا بدون, بدون بابیلن خشونت بابیلن خو نبوده در این هم بگیم که اصلا خشونت نبوده مگر نسبی نسبت به سالهای قبل مثلا ما سال گذشته متاسفانه اجده تن از کارمندای رسانهی خوده که عملا در, در کار رسانهی از دست دادیم با. که ما امسال متاسفانه که در مای هفتم قا... تمام میشه ما هفتن از همکارای خود از دست دادیم که بیشتر از یا ربطه به کار رسانهی نداشته یعنی یک تفاوت در بین وجود داره و خشونت ها هم در او حدی که در سال گذشته بود این سال به او پیمانه خشونت وجود نداره یک اندازه خشونت هایی که وجود داره متاسفانه که با وجود که کمیته مشترک یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی است که در سطح جهان یک شکل نمونه و به سابقه است که کار آغاز کرده و تلاش های زیادی در این راستا صورت گرفته یک قسمت در کاهش خشونت نقش داشته مگر کلا خشونت ما در مرکز در کابل هم شاید خشونت خبرنگاران بوده طبیعتا به یک ما روی از این موضوع میایم مگر متاسفانه برمیگرده به خود خبرنگارا که چطور عامل ازدیاد خشونت خود خبرنگارا میشه در قسمتش گردیم مگر یک مورد که یک تهدید بسیار بزرگی که عمومی متوجه رسانه های افغانستان بود که اعلامیه بخش نظامی کمیسیون نظامی طالبا علیه رسانه بود که خوشبختانه نهادهای مدافع جورنالستا در از فدراسون و یک تیمی که از کابل بر مذاکره با طالبا رفتن که دورو آقای نجفی زاده و آقای توحیدی بودن در مذاکراتی که داشتن و گزارشگران بدون مرزی تانستن که طرف طالبا را به یک قانع بسازند که با رسانه ها در همچو قضایا از در گفتگو باید پیش برند و از خشونت کار نگرند که خوشبختانه این موضوع تا به حال او به او شکل جدیتی که اعلامیه پخش شده بود ما شاهد کدام واقعی نیستیم و مطمئن هستیم که انشالله دوستایی که در قطر مذاکره داشتن و نهادهای دیگری که در راستا کار کردن این موضوع را تا حدی کنترل آوردن و ما او تشویش انشالله رفع شده باشه در قسمت از که چرا خشونت کاهش نمیافه به. یا کاهش میافه قطع نمیشه بیشتر خبرنگارا و رسانه ها خودشان نقش دارن که عامل اه، اه، مافیت عاملین خشونت علیه جورنالست خود از همین قضیه آخره که معاون قماندان امنیه اه، اه، خبرنگارا را توهین کرد تحدید لطکت کرد اسناد بسیار موسقی در این راست وجود داشت کاملا این مستند سازی شد و به اساس از او اسناد کمیته بررسی قضای خبرنگارا در دا وزارت داخله و فدراسیون در کمیته مشترک بالای با از کار کرد متاسفانه خبرنگارایی که در قضیه دخیل بودن از موضوع انصراف دادن و به هیچ صورت نمیتونه کمیته مشترک هم نمیتونه و کمیته بررسی قضای خبرنگار هم نمیتونه که این قضیه را در صورت که از این انصراف داده میشه پیگیری کنن این تنها یک مثال است در مجموع ما در حدود 80 تا 90 فیصد قضایای ما به این شکل به اثر میانجیگری ها حل میشه یک کس خبرنگار را لطکوب میکنه یک توهین تحقیر می میکنه و یک دو نفر در بین میانجی داخل میشه این موضوع یک مذرت خواهی میشه ای موضوع حل میشه و ای به یک با یک فرهنگ متاسفانه مبادل شده بله آقای مجیدی مشکل دیگری از خبرنگاران در بعضی از ولایات افغانستان این است که معلومات از طرف نادهایی که هستند در اونجا در اختیار خبرنگاران قرار نمیگیره دقیقاً یکی از مشکلات بسیار جدی که خبرنگارا و رسانه ها با او مواجه هستند می... دسترسی به اطلاعات است ای را در این راستا خوشبختانه کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات فعال شده اعضایی که در او آمدن از فعال استن و یک ذره یک تعدیلاتی که در قانون حق دسترسی به اطلاعات آمد که در گذشته هیت نوه مجازات برای کسی که ای اطلاعات مخفی نگه می داشت یا به دسترس قرار نمی داشت پیش بینی نشده بود که دهی در ده قانون که تازه تعدیل شده این موارد پیش بینی شده و ای که در ضمنش کمیسیونی که تازه و کار آغاز کرده ما می بینیم عملا کارایشان و فعالیتایشان ما به این امیدوار هستیم که گرچه تا حال زیاد موثر واقع نشده مگر امیدوار هستیم که این مشکل تا حد رفع شد آقای مجدی یامی از خبرنگاران در قسمت پیگیری در قضای جانبختگان و سایر قضای خشونت علی خبرنگاران چه کارهای تا حال کرده یک کمیته مشخص در این راستا کار میکنه کمیته بررسی قضای خبرنگارا و رسانه ها این قضای یک قسمت قضای است که در اثر حملات ای انجام میشه مثل قضیه اه, کابل که متاسفانه تعداد زیادی از همکارای ما را ما سال گذشته از دست دادیم و مثل از این بعض قضایای دیگر مگر در قسمت امی افت قضیه که ما پیشتر تذکر دادم و از او اکثر از قضایا گرچه به کار خبرنگاری رفت ندارم مگر متضرر یا مقتول خبرنگار یا کارمند رسانه است هم از قضايا پیگیری شده و قضايشان تکمیل شده سران سرانوالی محول شده و به استثنای یک قضیه که در گردیز بود که تحت کشف است تا حال گرفتار نشده از متباقی قضایا شش قضیه دیگه عاملینش گرفتار شده بارگانه ادلی و قضایی سپرده شده در قضایای سالهای گذشته هم در حدود پینجا و افتن از عاملین از این مورد پیگرد قرار گرفتن تعدادش به حبس های کوتا و طویل و حتی و اعدام هم یک تعداد از عاملین از قضایه ها محکوم شدن این کار بوده که در این اواخر با ابتکار کمیته مشترک خبرنگارا و رسانه ها صورت گرفته و امیدوار هستیم که این مطور که ما امسال شاهد هستیم که میزان خشونت و میزان جان همکاران ما کاهش یافته در سالهای بعدی ما بتانیم بیشتر کاهش بتیم و یک وقت شاید ازی باشیم که اصلا ما چیزی به نام خشونت علیه خبرنگارا و یا خصوصا در قسمت جان باختن خبرنگارا بله. نباشیم داریم کارهای هم صورت گرفته برای تامین امنیت جانی و شغلی و ارتقای ظرفیت برای خبرنگاران؟ بله قانون مقرره طرز تاسیس رسانه‌های آزاد یکی از موارد است که تانسته رسانه ها را قانونمند بسازه کار خبرنگار را در رسانه قانونمند بسازه در گذشته ما این مشکل داشتیم که یک رسانه یک خبرنگار استخدام میکرد و هیچ نوع قرارداد در بین نمی بود اگر قرارداد یا می بود پیش خود رسانه می بود برای خبرنگار نمیداد مگر این قانون مقرر طرز تاسیس یک خبرنگار از همان حقوق در یک رسانه مستفید میسازه که یک مامور در سایر ادارات ای حقوق داره خوشبختانه ما سپاسگزاری می کنیم از موبی گروپ که در این راستا پیشتاز بوده در قسمت تطبیق از این مقرره حتی گفتم می یک, قدم حتی پیشتر رفته از این او امتیازاتی را که موبی گروپ در نظر گرفته برای طلو و تمام شبکه که زیر چترش کار میکنه و اخیرا شاهد بیمه برای کارمندای موبی گروپ بودیم که یک چیز بی است حتی در بسیاری بخشا ما ایره نداریم ای ابتکارات کردن و انتظار داریم که خبرنگارا خودشان هم بیشتر با مطابق به مقرره طرز تاسیس رسانه ها خود عیار بسازن و و رسانه ها هم ایره تطبیق کنن یکی از عواملی که ای باعث عدم تطبیق ازی شده عدم آگاهی خبرنگارا و هم مسلک های ما از مقرره طرز تاسیس است در این راستا کارهای بیشتر این فدراسیون جورنالستا و کمیته مشترک روی دست داره و امیدوار هستیم که بالای هم در همه رسانه ها تطبیق شوه و همه خبرنگارا و کارمندان رسانه ای از این مستفید شوند خیلی هم سپاسگزار هستیم از حضورتان جناب مجدی صاحب بسیار زیاد خوش ما هم خداحافظی می کنیم تا فردایی که دوباره برمیگردیم همین شما را به علای یک توبی هم تا میسپاریم حرف گفتنی اگر دارین میتونین که با ما پیام بفرستین به شماره واتساپ ما تا فردا بدرود